به نام خدا. هزاران درود بر دوستان و همراهان عزیز موسس. با برنامه هواشناسی موسس با همون همراه هستید از 1 تا 9 اردیبهشت. بریم برای منطقه 1 تهران البرز. شب‌های 17 تا 19 درجه سانتیگراد تماماً ابری و روزهایی که پیش رو هست با دمای 25 درجه سانتیگراد دیده میشه که بارندگی در روزهای شنبه، سه شنبه هفته پیش رو میگم و جمعه و شنبه هفته بعدش که میشه 8 و 9 اردیبهشت دیده میشه که نرم باران‌های نسبتاً خوب و ضعیف هستن. منطقه 2 گیلان، مازندران، گلستان 13 تا 15 درجه سانتیگراد در شب هست و تماماً روزهای ابری رو پیش رو داره استان گیلان و دمای روز رو هم به 22 تا 25 درجه سانتیگراد میرسونه و روز جمعه خیلی روز گرم میشه که تا 30 درجه سانتیگراد هم میرسه این دمای روز و کلن جمعه و دوشنبه پیش رو شاهد نرم‌باران‌های ضعیفی هستیم و جمعه و شنبه هفته بعدش هم شاهد بارندگی ضعیف و پراکنده خواهیم بود. برای استان مازندران هم به همین صورته. شنبه این هفته، سه شنبه و چهارشنبه و جمعه هفته بعد تماما ابری هست و دمای شب رو به 10 الی 12 درجه سانتیگراد در شب میرسونه و دمای روز رو 23 تا 30 درجه سانتیگراد در جمعه میرسونه. جمعه خیلی گرم میشه. همین جمعه‌ای که پیش رو هست نمیدونم اصلا چه وضعیتی هست، ولی خب هرچی هست گرم میشه. بعد یه نوارانی داریم و یه افت دمای خوبی هم تا 7 درجه احساس میشه. استان گلستان هم به همین صورته. روزهای تماما ابری و نیمه ابری، شنبه تا دوشنبه این هفته و چهارشنبه تا جمعه هفته بعد، یعنی چهارشنبه پنجشنبه جمعه هفته بعدی نوارانو بارندگی خوبی رو داریم که دمای روز تا 27 درجه سانتیگراد هم دیده میشه، از 20 تا 27 درجه سانتیگراد، که این 27 درجه سانتیگراد بیشتر مربوط به همین جمعه گرمی است که بهتون میگیم و دمای شب هم تا 20 درجه سانتیگراد میرسه، یعنی یه دمای متعادل و خوبی خواهد بود برای استان گلستان. بریم برای منطقه 3، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی. استان زنجان هم تماما ابری است و چهارشنبه هفته آینده، جمعه و شنبه هفته بعدی هم، نه بعدش هم که داریم میگیم، یعنی جمعه و شنبه این پیش رو، نه هفته بعدی شاهد بارندگی خواهیم بود که دما رو به 21 درجه سانتیگراد در روز میرسونه و دمای شب هم 11 درجه سانتیگراد ثابت خواهد بود که خیلی عالیه. برای استان اردبیل هم نموداری مشابه داریم. روزهای تماما ابری است و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، چهارشنبه همین هفته پیش رو بارندگی‌های نسبی میبینیم که زیاد هم قوی نیستن و دمای روز رو به 24 درجه سانتیگراد هم میرسونه، از 18 تا 24 درجه سانتیگراد میبینیم و دمای شب هم 8 تا 10 درجه سانتیگراد هست و هفته بعد جمعه و شنبه ممکنه یه نم باران بسیار ضعیفی بزنه که احتمالش خیلی کمه و ممکنه همونطور ابری باشه و حالت دمی به وجود بیاد و بارندگی نباشه. آذربایجان شرقی، روزهای تماما ابری و نیمه ابری که در جمعه‌ای که پیش رو است یه نوباران خیلی ضعیفی احساس می‌کنیم که دما رو تا 20 درجه سانتیگراد هم می‌رسونه. کلا نرخ دمای بسیار خوبی رو داره آذربایجان شرقی، 17 تا 20 درجه سانتیگراد و دمای شبش هم از 10 تا 13 درجه سانتیگراد متغیره. روز جمعه ممکنه نوباران خیلی ضعیفی پیش بیاد و دوشنبه‌ای که پیش رو است ممکنه باز یه نوباران بسیار ضعیف‌تر از جمعه پیش بیاد که احتمالش خیلی ضعیفه، احتمالی که صفر بشه بیشتره و جمعه و شنبه هفته بعدی که میشه 8 و 9 اردیبهشت ما نوباران خوبی، نسبتاً خوبی احساس میشه که جمعه و شنبه رو درگیر می‌کنه. برای آذربایجان غربی هم حالات یکسانی دیده میشه. تماماً ابری و نیمه ابری. دمای روز 18 تا 21 درجه سانتیگراد دیده میشه و دمای شب هم 8 تا 11 درجه سانتیگراد که نرخ دمای فوق‌العاده‌ای است و دوشنبه این هفته ممکنه یه نوباران بسیار ضعیفی احساس بشه که زیاد هم جالب نیست، احتمال زیاد بشه صفر و جمعه و شنبه هفته آینده بیشتر توی جمعه یه باران خوبی دیده میشه، باران نسبتا خوبی دیده میشه که سری شدت میگیره و سری تمام میشه توی شب و این مربوط به 8 اردیبهشت ماه و شنبه هم احتمال زیاد بارندگی دیده نشه. بریم برای منطقه بعدی، قم، قزوین، مرکزی، همدان. استان قم روزهای گرمی رو شروع میکنه تو این هفته، با دمای 29 و 31 درجه سانتیگراد در روز شروع میکنه و تا 27 درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکنه. اینم به خاطر اینه که روز سه‌شنبه یه باران نسبتا خوبی رو داره که یه پیک سری داره، یه اوج سری داره و سری هم تموم میشه و روزهای بعد از اون، یعنی هفته‌های بعدش که میشه چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و شنبه، یه نرخ بارشی داریم که بیشتر پنجشنبه و جمعه رو ما جدی میگیریم، بقیهش خیلی ضعیفه و اینکه بارشش احساس بشه واقعا کمه، یعنی من اصلا صفرش میگیرم
و دما هم به همین صورت هست که گفتم 29 تا 31 درجه سانتیگراد در روز، 18 تا 21 درجه سانتیگراد هم در شب دیده میشه. برای استان قزوین هم تماما روزهای ابری و نیمه ابری میبینیم، ولی خب یه نرخ خوب دمایی رو بهمون میده که واقعا متعادل و عالیه، 20 تا 26 درجه سانتیگراد. این 20 درجه به خاطر بعد از بارش سه‌شنبه است که بارش نسبتا خوبی است، و روز جمعه هم که پیش رو است یه نم بارش خیلی ضعیف ممکنه احساس بشه، و دمای شب هم تا 18 درجه سانتیگراد هم احساس میشه، 15 تا 18 درجه سانتیگراد. و هفته بعدش هم جمعه و شنبه ای داریم که بارندگی تقریبا یکسانی رو با آذربایجان غربی داره، ولی خب آنچنان قوی نیست، اما خب احساس میشه. برای استان مرکزی تماما روزهای ابری و نیمه ابری بدون بارشی رو برای این هفته میبینیم که دمای شب رو 11 تا 13 درجه سانتیگراد ثبت میکنه و دمای روز 20 تا 22 درجه سانتیگراد خواهد بود، و برای هفته بعد ممکنه روز پنجشنبه و جمعه نم باران نسبتاً ضعیفی احساس بشه یا خیلی ضعیفی احساس بشه که بستگی داره به شرایط جوی اون موقع، ولی خب خیلی آمارش ضعیفه و نمیتونیم زیاد جدیش بگیریم، همون نسبتاً ضعیفه و روش حساب کنید. و برای استان همدان هم همین حالات ابری و نیمه ابری شدید احساس میشه. دوشنبه و سه‌شنبه ممکنه نرباران ضعیفی احساس بشه که دمای شب رو 8 تا 10 درجه سانتیگراد نگه داره توی میانگین، و دمای روز 18 تا 19 درجه سانتیگراد باشه که نرخ دمای بسیار عالی رو به ثبت میرسونه، و جمعه و شنبه هفته آینده هم باران نسبتاً خوبی احساس میشه که سریع اوج میگیره و تموم میشه. بریم برای منطقه بعدی، کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام. استان کرمانشاه یه بارش خیلی قدرتمند و عظیمی در جمعه هفته بعدی، این هفته نه، یعنی هشتم اردیبهشت ماه احساس میکنه که بسیار قدرتمند، و احتمال اینکه سیل یهویی به وجود بیاد و معابر درگیر بشن به شدت، یه چیز خطرناکی پیش بیاد هست. دوستان عزیز که خیلی دوست دارن برن تو طبیعت، برن کوهنوردی کنن و این کارها رو فعلا بذارن کنار، یعنی تو اون روز جمعه اصلا به هیچ عنوان نرن، که این نرخ بارندگی بسیار شدید و عجیب و سرسام‌آوره. ولی خب باقی روزها خیلی ضعیفه، مثل روز دوشنبه پیش رو که واقعا جالب نیست بارندگیش، اما خب یه نرخ دمایی رو کم میکنه که دمای شب رو به 11 درجه سانتیگراد میرسونه و دمای روز رو 21 تا 22 درجه سانتیگراد، و این ثابت خواهد بود و زیاد میانگینی نیست، یعنی همینطوری است که گفتم. برای استان کردستان هم روزهای تماما ابری و نیمه ابری میبینیم با دمای 10 تا 11 درجه سانتیگراد در شب و 19 تا 21 درجه سانتیگراد در روز خواهد بود، که در روزهای یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه بارندگی‌های نسبتاً ضعیف و کوتاهی رخ میده که پاره پاره هست در هر روز و زیاد متصل نیستن به هم دیگه، و جمعه هم یه بارندگی نسبتاً ضعیف، یعنی همون هشتم اردیبهشت ماه، حالا اشتباه اگه نکنم، اونم یه بارندگی نسبتاً ضعیفی احساس میشه. استان لرستان هم روزهای جالبی رو پیش رو داره، تماما ابری و نیمه ابری و دمای خوبی رو ثبت میکنه، از 20 تا 22 درجه سانتیگراد در روز و 11 درجه سانتیگراد ثابت در شب خواهد بود، و روز جمعه هفته آینده و شنبه باران نسبتا خوبی شکل میگیره که بستگی داره توی کدوم منطقه لرستان باشید که این بارندگی حالا موجش قوی باشه یا ضعیف باشه که شکل بگیره یا نگیره. استان ایلام هم مثل همه استانهایی که ذکر کردیم تماما روزهای ابری و نیمه ابری رو پیش رو داره، که دوشنبه این هفته‌ای که داره میاد یه بارندگی نسبتاً ضعیفی رو تجربه خواهند کرد که دمای شب رو به 15 درجه سانتیگراد میرسونه و دمای روز 22 تا 24 درجه سانتیگراد خواهد بود، و جمعه پیش رو هم بارندگی نسبتاً خوبی رو تجربه خواهند کرد. بریم برای منطقه 6، چهارمحال بختیاری، اصفهان، یزد. چهارمحال بختیاری هم روزهای تماما ابری و نیمه ابری پیش رو داره که دمای شب رو 9 تا 10 درجه سانتیگراد احساس میکنن و دمای روز رو هم خیلی جالب 20 درجه سانتیگراد ثابت احساس میکنن، که خیلی رنج دمای خوبیه که یک شنبه ممکنه نرباران بسیار ضعیفی تو این منطقه احساس بشه، و روزهای بعدیش هم هیچ بارشی رو نخواهند داشت. حالات ابری و نیمه ابری هم ثابتن، ولی بارش نخواهد داشت، ولی در ارتفاعات ممکنه پنجشنبه، جمعه و شنبه بارندگی احساس بشه. بریم برای استان اصفهان. بله، اینجا هم تماما روزهای ابری و نیمه ابری رو پیش رو داریم که روز یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه شاهد بارندگی‌هایی خواهیم بود که نسبتاً ضعیفند و نم باران بیشتر خواهد بود در همین قالب، و دمای شب رو به 16 تا 17 درجه سانتیگراد می‌رسونن و دمای روز 24 تا 26 درجه سانتیگراد متغیر خواهد بود. برای استان یزد هم حالات کاملاً متفاوته که توی کدوم منطقه استان یزد باشید. نم باران‌های بسیار ضعیفی دیده میشه،
توأم با این حالت ابری و نیمه ابری که ثابت هست برای کل نواحی کشورمون، که دمای روز برای استان یزد 31 تا 32 درجه سانتیگراد خواهد بود و دمای شب هم 21 تا 22 درجه سانتیگراد، که البته بهتون میگم متفاوت هست توی کدوم منطقه باشید. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه احتمال اینکه بارش‌های پراکنده و ضعیفی داشته باشید بسیار زیاده و برای پنجشنبه و جمعه هفته بعد هم همین حالات دیده میشه. ولی خب برای جنوب غرب این استان حالات دمای مکسیموم دمای روز تا 27 درجه سانتیگراد میرسه و مکسیموم دمای شب تا 15 درجه سانتیگراد. بریم برای منطقه 7، فارس، بوشهر، کوهگیلویه و بویراحمد. استان فارس هم تماما روزهای ابری و نیمه ابری پیش رو داره که احتمال بارش بسیار ضعیفی رو در همین پنجشنبه‌ای که پیش رو هست رو داره که خیلی ضعیفه و احتمالی که صفر بشه زیاد. دمای روز 23 تا 25 درجه سانتیگراد متغیره و دمای شب 12 تا 14 درجه سانتیگراد خواهد بود، که برای پنجشنبه و جمعه هفته بعدش هم ممکنه خیلی ضعیف توی پنجشنبه نواران خیلی ضعیفی رو احساس کنه که احتمال زیاد صفر بشه. این آماری که الان دارم بهتون میگم، یعنی زیاد روش حساب نکنید و همین حالات ابری و نیمه ابری رو تا روز نهم اردیبهشت ماه شما احساس خواهید کرد. استان بوشهر که از الان گرما شروع شده که دمای روز رو 33 تا 35 درجه سانتیگراد احساس میکنم و دمای شب 21 تا 25 درجه سانتیگراد خواهد بود. این هفته هیچ بارندگی نداره، ولی خب جمعه و شنبه هفته آینده که میشه 8 و 9 اردیبهشت ماه این بارندگی ها رو احساس میکنن که بسیار ضعیف و کوتاه هستن، که در بعضی از مناطق این استان احتمال زیاد اصلا دیده نشن و همین حالات ابری و نیمه ابری رو حفظ کنن و احساس کنن. برای کوهگیلویه و بویراحمد باید بگم که دمای خیلی خوبی رو دارن تجربه میکنن، 8 تا 10 درجه سانتیگراد در شب، 18 تا 19 درجه سانتیگراد در روز هم خواهد بود و روز پنجشنبه نمباران نسبتا ضعیفی رو احساس میکنن و سه شنبه همین هفته باز این نمباران خیلی کوتاه و ضعیفی رو پیش رو خواهند داشت و جمعه ممکنه احتمال بسیار ضعیف یه نمباران خیلی کمی رو احساس کنن که احتمالش بسیار زیاده که صفر بشه. خب بریم برای منطقه 8، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان. استان کرمان هم روزهای تماما ابری و نیمه ابری پیش رو خواهد داشت که دمای شب رو 15 تا 17 درجه سانتیگراد تخمین میزنیم و دمای روز 22 تا 24 درجه سانتیگراد خواهد بود و یک شنبه همین هفته و دو شنبه ممکنه نمباران نسبتا ضعیفی احساس بشه و پنجشنبه هفته آینده هم ممکنه یه کوچولوی بارشی بزنه، ولی خب بارش دوشنبه رو که بهتون گفتن خیلی ضعیف، محتمل هست که صفر بشه. بریم برای استان هرمزگان که اونجا هم تماما روزهای ابری و نیمه ابری رو می‌بینیم، ولی خب دمای گرم استان هرمزگان دیگه شروع شده که روزهایی که پیش رو داره دمای 30 تا 32 درجه سانتیگراد رو ثبت می‌کنه و دمای شب رو هم 20 تا 24 درجه سانتیگراد می‌بینیم. تماما روزهای ابری و نیمه ابری هست و بارشی رو نخواهد داشت چه این هفته چه 8 و 9 اردیبهشت ماه که هفته بعدیش. کوهگیلویه و بویراحمد هم حالات ابری و نیمه ابریش رو حفظ می‌کنه، ولی ممکنه توی روز دوشنبه و چهارشنبه نمباران نسبتا ضعیفی رو احساس کنن که این نمباران ممکنه به پنجشنبه برسه که یه کوچولویی قوی تر از چهارشنبه باشه اگه اتفاق بیفته و بیشتر احتمال میدیم روز پنجشنبه اون بارندگیش رو حفظ کنه که بسیار ضعیف هست و دمای روز رو 25 تا 29 درجه سانتیگراد میرسونه و دمای شب رو 12 تا 18 درجه سانتیگراد ثبت خواهند کرد. بریم برای منطقه 9، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان. خراسان جنوبی تا روز شنبه اصلا حالات ابری نیمه ابری ندارن، کلا آفتابیه. بعد اواسط روز شنبه یه دفعه این ابرا میان، کلن تماماً حال و هوا ابری میشه، ولی خب هیچ بارشی تا چهارشنبه پیش رو نخواهند داشت و چهارشنبه ممکنه یه نمباران خیلی ضعیفی احساس بشه که احتمالش خیلی کمه و احتمالی که صفر بشه من 90 درصد میگم این اصلا احتمال بارشش نباشه و بعد از اون تماماً حالات ابری نیمه ابری حفظ میشه تا شنبه هفته بعدش که میشه نهم اردیبهشت ماه، که اونم باز مثل چهارشنبه بارش اونجور احتمال خیلی ضعیفی رو داره که احتمال 10 درصد باشه اون بارشی که خیلی ضعیف و کوتاهه. و این حالات برای خراسان جنوبی باعث میشه که دمای شب 11 تا 18 درجه سانتیگراد احساس بشه و دمای روز 20 تا 26 درجه سانتیگراد ثبت بشه، که نشون میده که کل کشور کم کم داره سمت افزایش دما سوق پیدا میکنه، ولی بعضی از مناطق مثل شمال کشور و البرز و تهران و اینا بعد از این افزایش دمای جمعه به خاطر اون بارشی که هست یه افت دمای 5 6 درجه‌ای خواهند داشت.
بریم برای خراسان رضوی که حالات یکسانی رو ثبت میکنه که دمای روز رو 22 تا 29 درجه سانتیگراد ثبت میکنه که این دما به صورت صعودی هست و از روز شنبه حالات ابری و نیمه ابری احساس میشه، یعنی تا روز شنبه کلن حالات صافی رو داریم و بعد از اینکه ابری و نیمه ابری میشه هیچ بارشی رو نداریم، حتی تا شنبه هفته بعدش، یعنی فقط حالات ابری نیمه ابری حفظ میشه ولی خب هیچ بارندگی نیست و افزایش دما و حالات دم احساس میشه و دمای شب هم به همین خاطر 11 تا 18 درجه سانتیگراد خواهد بود که 7 تا 8 درجه سانتیگراد افزایش دمای واقعی رو خواهیم داشت. خراسان شمالی نسبت به خراسان جنوبی و خراسان رضوی تفاوتی که داره افزایش دمای آنچنانی نداره، تقریبا 4 تا 5 درجه سانتیگراد خواهد بود و روز جمعه حالات ابری و نیمه ابری احساس میشه و از شنبه این حالات ابری و نیمه ابری شروع میشه که در روز یک شنبه ممکنه نواران نسبتا ضعیفی احساس بشه که دمای شب رو از 12 تا 17 درجه سانتیگراد در روز یک شنبه احساس میکنیم و بعد از اون کاهشی خواهد شد و به 13 درجه سانتیگراد میرسه و دمای روز هم 21 تا 26 درجه سانتیگراد احساس میشه که 5 درجه افزایش دمای واقعی رو احساس میکنیم و جمعه و شنبه هفته آینده مخصوصا شنبه نمباران نسبتا کوتاهی و نرخ نسبتا ضعیف تا نسبتا خوب رو احساس خواهند کرد و این منطقه هم تموم شد. بریم برای منطقه آخر که استان خوزستان است. استان خوزستان هم روزهای ابری و نیمه ابری رو پیش رو داره ولی خب افزایش دما خیلی جدی داره اینجا اتفاق میفته و از 34 درجه سانتیگراد تا 38 درجه سانتیگراد هم دیده میشه که در روز دوشنبه 38 درجه سانتیگراد ثبت میشه و از روز جمعه حالات ابری و نیمه ابری و شرجی شروع میشه و در روز سه‌شنبه یه نمباران نسبتا کوتاهی ممکنه رخ بده، خیلی ضعیفه ولی خب احتمال زیاد منظور این نمباران اینه که خیلی شرجی میشه روز سه‌شنبه، ولی خب روز جمعه هفته بعدش این بارندگی 100 درصد هست و نرخ خیلی خوبی هم داره که از اواسط روز جمعه شروع میشه و توی همون روز جمعه هم تموم میشه و روز شنبه بعد از اون هم حالات ابری نیمه ابری هست و بعدش صاف میشه. امیدوارم که از این برنامه هواشناسی خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستانتون ارسال کنید، سابسکرایب یادتون نره و ما این برنامه رو برای شما عزیزان پر میکنیم. هر هفته هر چند وقت یک بار زمان بندی مناسب رو انجام میدیم. روزهایی که حالات صاف رو داره دیگه انجام نمیدیم، اسکیپ میکنیم بعد از اینکه برنامه تمام میشه و تو این دو سه روز دوباره تحلیل میکنیم و دوباره برنامه رو برای شما در روزهایی که مهم هست آپلود میکنیم. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. با اجازهتون خدا نگهدار. به رنگ مو سبز کن جهانت را، به سبزی آن ببین تراوت را.